به نام خدا و سلام بر شما. بیننده سرنوشت به گونه زنده از نور رسید. افغانستان و پاکستان کشور دو کشوری که سالهاست قربانی اصلی تروریسم در منطقه اند. در حالی که در 15 سال گذشته افغانستان بزرگترین قربانی تروریسم و افراطیت در منطقه گفته شده، اما پاکستان در واکنش به حمله انتحاری در ایالت سند این کشور گفته است که این عملات توسط شبکه های تروریستی در خاک افغانستان سازماندهی شده و در پاکستان اجرا شده است. در سالهای پسین هر از گاهی افغانستان حکومت پاکستان را متهم به انجام و سازماندهی عملات تروریستی در افغانستان میکرده، ولی این تازگی دارد که پاکستان افغانستان را متهم به حمایت از تروریسم و بنیادگرایی کرده باشد. در همین حال مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری کشور گفته است که ما فهرستی را در اختیار حکومت پاکستان قرار داده ایم تا این فهرست را مورد بررسی قرار دهند، و همچنان حکومت افغانستان متحد است که فهرست 76 نفری پاکستان که در اختیار حکومت افغانستان قرار داده است را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد و کسانی که در این فهرست نامشان است و در خاک افغانستان حضور دارند را به حکومت پاکستان تسلیم کند. با این حال اگر افغانستان و پاکستان که از قربانیان اصلی تروریسم در منطقه هستند و 15 سال و بیشتر از آن در اینجا در برابر این گروه ها می جنگند و قربانی می دهند، با هم متحد نشوند و کاری علیه تروریسم انجام ندهند، چه کسانی این مسئولیت را به دوش خواهند گرفت و بحث مبارزه با تروریسم به کجا خواهد انجامید؟ این موضوع را بحث میکنیم با حضور مهمانان گرامی در این برنامه. آقایان عبدالظاهر سالنگی با پوزش، عضو شورای ولایتی پروان، محمد داودی اساس مشاور ارشد ریاست اجرایی و گل محمد مختاری معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان، مهمانان گرامی و بس خلاف شما. آقای مختاری، با شما بس را آغاز میکنیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی هستند که در سالهای پسین قربانی اصلی تروریسم و بنیادگرایی شدند، ولی این کشورها اقدامات مشترک و جدی را علیه تروریسم انجام ندادند. هر از گاهی افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از تروریسم کرده و به همین گناه پاکستان افغانستان را. حالا فکر میکنید در شرایط فعلی در حال حاضر این کشورها متحد به این شده و معتقد به این شدن که اقدامات مشترک را در برابر تروریسم انجام بدن تا هم از افغانستان قربانی نگیره بیشتر از این و هم از پاکستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض احترام و سلام خدمت جناب عالی و همکاران گرامی، شما مهمانان ارجمند و گرامی و بینندگان خوبی تلویزیون جهانی نور، با کمال تأسف هر از چندگاهی ما حوادث بسیار تلخ و ناگواری را در سرزمین های اسلامی شاهد هستیم. در افغانستان سالها مردم ما بین خون و آتش می سوزه، در پاکستان هم ما قربانیان زیادی را هر از چندگاهی با اشکال مختلف شاهد هستیم. به همین طور در برخی از کشورهای دیگه اسلامی مانند سوریه، عراق، یمن، مصر، بله، لیبی و کشورهای مختلف دیگه. و اما اون چی که مربوطی به ما میشه با توجه به سوال شما، از دیر زمان است که در حقیقت میشه گفت که از زمانی که کشوری به نام پاکستان تأسیس شد، یک سلسله اختلافات مرزی و جغرافیایی در فی ما بین افغانستان و پاکستان ساری و جاری بود و این معضل و چالش با درایت دستندرکاران نظام و پادشاهان قدیم متاسفانه تداوی نشد و این چالش حل و فصل نشد و این بحران همچنان سر جای خودش باقی موند. هر نظام و هر حکومتی که آمد مسائل و چالش های اصلی را روی او یک درمان اساسی نگذاشتن و این هر از چندگاهی بحران هایی را در بین دو کشور فراهم ساخت که مسئله عمده و اساسیش هم همین خط فرضی دیورند هست که طبعا در این قسمت و این طرف مرز کشور افغانستان ادعای خاک و ادعای مرزی داره و همینطور پاکستانی ها ادعا دارن که نیمه خط مرزی که افراز شده به وجود آمده، خط تعیین کننده بین دو کشور هست. در هر صورت این معضل به عنوان یک چالش بین دو کشور وجود داشته و در تحولات و چالش های منطقه‌ای این معضل یک مقدار برجسته تر شده. لذا در تحولات اخیر و چندین دهه اخیر، حدودی 30-40 سال اخیر، ما فورانی آتش فشانی جنگ و خون در افغانستان شاهد هستیم که
مخصوصا در این چند دهه اخیر کاملا ملموس و محرز بود که این چالش ها و این جنگ ها و این امنی ها از آدرس پاکستان ساماندهی می شد. خب طبعا تلاش های صورت گرفت از طریق جامعه جهانی و همینطور از طریق قدرت های منطقه‌ای تا این بحران حل و فصل شود و به نحوی پاکستانی ها را متوجه بسازند که اگر آتش را افروختن ممکنه دودی آتش به چشم خود اونها هم بره. ضرب المثل معروفی داره میگه چاهکن خودش در تهی چاه است، یا چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. خب پاکستانی ها به این تذکرات وقعی ننهادن، توجهی چندانی نکردن، مخصوصا در این اواخر که ناامنی ها شدت گرفت بعد از سقوط طالبا. خب طبعا خود حضور طالبا و نظامی به نام نظام طالبانی که خب یک بحران و یک نقطه بسیار تاریکی در تاریخ افغانستان بود، هم زایده فعالیت های سیاسی و امنیتی پاکستانی ها بود. این حکومت را پاکستانی ها بر مردم ما تحمیل کرده مشکلات عدیده ای را به وجود آورد. بعد از اینکه پای جامعه جهانی به میان آمد و بالاخره طالبان سقوط کرد، باز هم پس لرزه های این اقدام متاسفانه سر جای خودش باقی ماند و به نام طالب و بعضا به نام القاعده و به نام گروه های مختلف تروریستی دیگه و در این اواخر به نام داعش رونما شد و هر از چندگاهی متاسفانه از مردم ما قربانی میگیرم. و حملات دهشتناکی را ما در عرصه های مختلف شاهد بودیم. در مراکز مذهبی و دینی اونها حملور شدن و مردم ما را قربانی کردن و بالاخره مشکلات عدیده ای. و در این اواخر هم که ما شاهدیم یک سری عملیات و حرکات تروریست ها در خاک خود افغانستان هستیم. جالب اینجاست که علارغم این که در طول این چندین سال از آدرس حکومت افغانستان خواسته شد، از پاکستانی ها خواسته شد که اونها لااقل لانه های تروریست ها را از خاک خودشان جمع بکنن یا اونها را کنترل بکنن، ولی خب توجهی نکردن. جالبه که در این اواخر پاکستانی ها افغانستان را متهم میکنه که شما جلوی تروریست ها را بگیرین یا تروریست های را لیست میکنن، فهرست را به افغانستان عرضه میکنن که اینا این عناصر و این افراد تروریست باید به تحویل پاکستان بده. خب طبعا در اینجا اصل در جای دیگه است. اینها یک سری حرکات خاصی سیاسی میتونه بوده باشه، چون شاهد بودیم که در این اواخر تحرکات افغانستان در عرصه بین الملل کمی بیشتر شد و در جامعه جهانی افغانستان یا به اصطلاح دستگاه دیپلماسی افغانستان توانست جامعه جهانی را بقبولانه که تمام این فتنه ها و تمام این بدبختی ها از آدرس پاکستان سرچشمه میگیره و باید پاکستان تحت فشار قرار داده شود تا اونها واقعا در مبارزاتشان علیه تروریسم صادق بوده باشند. این امر سبب شد کشورهای مختلف از جمله کشورهای کمک کننده به پاکستان مانند آمریکایی ها، اینها لحنشان نسبت به آمریکا عوض شود و بالاخره کمک های خودشان را معلق بکنند. و در این اواخر برخی از اظهارات را که مسئولان امنیتی آمریکایی ها در قبال پاکستان داشتند که باید در خصوص اینها یک تجدید نظر خاصی صورت بگیره، این مسائل سبب شد که پاکستانی ها یک مقدار به خود بیان، یک مقدار احساس ضعف بکنن، احساس بکنن که بالاخره جهان علیه پاکستان ممکنه بسیج شود و این به نفع پاکستانی ها نخواهد بود. یک تحلیل ای است که پاکستانی ها در حقیقت اقداماتی که اخیراً صورت گرفته یک اقدامات سوریه، نه اینکه واقعا تروریسم در اونجا علیه پاکستانی ها برنامه ریزی داشته باشه، برنامه خاصی داشته باشه. این اقدامات سوری فکر میکنید چگونه در خاک پاکستان انجام پذیرفت؟ پاکستانی ها میخوان به نحوی با این چون مشابه اقدامات قبلا هم بود، طالبان پاکستان علیه حکومت پاکستان برنامه داشتن، مخالفین پاکستانی ها در نقاط مختلف پاکستان برنامه‌ای داشتن، خب درگیری های با دولت پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان داشتن. اما ما برای اولین بار شاهد هستیم که پاکستانی ها به نحوی توپ را به زمین افغانستان شوت میکنه، یعنی به نحوی افغانستان را متهم میکنه که از آدرس افغانستان امنیت پاکستان تهدید میشه و به یک نحوی میخواد خودشان هم قربانی تروریسم معرفی بکنه و مظلوم نمایی بکنه که ما خود ما قربانی تروریسم هستیم، نه اینکه ما حامی تروریسم بوده باشیم. در حالی که در عمل ما چیزی دیگری شاهده هستیم. سال هاست که میبینیم لانه های تروریست ها در پاکستان هست و اگر طالب میبینیم از اونجا تنبیل میشه، اگر القاعده میبینیم در پاکستان لانه داره،
اگر گروه های مختلف دیگه تروریستی هستند که با نام های مختلف فعالیت میکنند و عملیات های وحشتناکی را در مساجد ما، در تکایای ما و در نقاط مختلف افغانستان در بین مردم بیدفاع ما انجام دادن، یا با شناسنامه پاکستانی اینا آمدن این عملیات انجام دادن، یا به نحوی از اونجا به عهده گرفته شد که بالاخره از طرف اونها صورت گرفته، و در طول جنگ هایی که دولت افغانستان با تروریست ها داشته در موارد مختلف افراد با شناسنامه پاکستانی با هویت پاکستانی در جبهات اینها آشکار شدن و یا دستگیر شدن یا لااقل جنازه های اونها افتاد، همه اینها حاکی از اینه که پاکستانی ها نقش کاملا مستقیم در بی امر نام ساختن افغانستان داره. فرستی 76 نفره در اختیار حکومت افغانستان قرار داده و از حکومت افغانستان تقاضا کرده که اسامی که در این فرست آمدن اینا را دستگیر بکنه و به دولت پاکستان بسپاره. فکر میکنید حکومت افغانستان با توجه به میزان مشکلات و چالش هایی که در برابرش قرار داره میتونه چنین کاری را انجام بده؟ و اگر انجام نده با توجه به واکنش هایی که پاکستان در عملیات سین داشت در برابر حکومت افغانستان، بستن دروازه ها و راه های تجارتی افغانستان با پاکستان و حتی با جهان را، فکر میکنید چه اقدامات دیگری انجام خواهد داد پاکستان؟ متاسفانه پاکستانی ها اینجا بسیار غیر مسئولانه عمل کردن، از اینکه مرزهای خودشان را بستن یا راه تجاری را بستن، دروازه های خودشان را برای مردمی ما که به نحوی به خاطر تداوی یا به خاطر مشکلات دیگه شان می رفتن بستن، و این کار یک کار واقعا غیر مسئولانه بود، به دلیل اینکه قبل از آنی که پاکستانی ها لیست تروریست ها را به دولت افغانستان تسلیم بکنه و از افغانستان بخواهد که تروریست ها را دستگیر بکنه یا کنترل بکنه یا به نحوی اونها را از بین ببره، افغانستان چندین لیست در اختیار اونها گذاشت. افغانستان از اونها خواست که تروریست ها را کنترل بکنن یا به نحوی اونها را قلقم بکنن، و از طرفی این برای دولت افغانستان با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر نیست، به دلیلی که ما در خط مرزی دیورند متاسفانه یک امنیت پایدار و باثبات برقرار نیست، امکان کنترل 100% تروریستا وجود نداره. ای که تروریستا از کجا سرچشمه میگیره، از کجا آبشخور اونها کجا هست، کاملا واضح و روشنه که داخل خاک خود پاکستانی هست، اما اینکه اینا به این راحتی میتونن عبور و مرور بکنن به خاطر نبود یک امنیت پایدار در این مرزهایی که وجود داره، مرزهای طولانی که ما با پاکستان داریم که اکثر اونها قابل عبور و مرور هست و کنترل اساسی از طرف دولت افغانستان وجود نداره یا امکان نداره، امکان کنترل دقیقش وجود نداره، اما پاکستانی ها میتونن این کارو بکنن. پاکستانی ها به جای اینکه به دنبال تروریست ها در خاک افغانستان باشه، باید به دنبال تروریست ها در خاک خود پاکستان بوده باشن، به جای اینکه افغانستان متهم به طراحی اعمال تروریستی بکنه، باید در خاک خودشان دنبال طراحان تروریست بگردن، چون لانه های تروریست ها سالها در پاکستان بوده، حتی آدرس های اونا مشخصه و سالهاست که پاکستانی ها از آدرس اونا حرف زدن، اونا ادعا کردن که ما طالبا رو کنترل میکنیم، ما بالاخره اونا رو سر میز مذاکره میکشانیم، ولی در عمل ما چیزی دیگه ای دیدیم، نه تنها اونا رو نتوانستن سر میز مذاکره پای میز مذاکره بکشانن اونها را کنترل بکنند، بلکه تروریست‌ها توسعه پیدا کردند، طالبان به شعبه های مختلفی تقسیم شد و بالاخره به مراتب خشنتر و به اصطلاح بیرحمتر از خود طالبان گروه های دیگه به نام داعش و به نام های دیگه میبینیم عرض اندام کردند و هر روز از طریق پاکستان تمویل و تقویت میشه. تشکر از شما آقای اساس. حالا نه حکومت افغانستان میپذیره که ما طالبان یا گروه های تروریستی دیگر در این خاک داریم و نه هم حکومت پاکستان این کار را میپذیره. اگر این حکومت ها وقتی از گروه های افراطی حمایت نمیکنن یا به نوعی خبر ندارن که این گروه ها در کجا هستن، در عقب این گروه ها کیا قرار دارن و کیا ها هستن که مورد حمایت و تمویل و تجهیز این گروه ها را قرار میدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت افغانستان، مردم افغانستان را میدانه که حمل تروریستی اگر در مسجد تجارت کابل افغانستان یا در عراق یا در پاکستان میشه، ای عمل تروریستی است. ایجا اگر بیادر ما بشارت میرسه، خود یک بیادر مسلمان ما بشارت میرسه، ای صدای مردم افغانستان، صدای دولت افغانستان هست. اگر بیاید چه بیان، پاکستان یک بازیگر بسیار خوبی در منطقه هست. شما ببینید پاکستان ای گپا که تر ایتو یک وقت بالا میکنه، چند روز پیش که در مسکو نشست بود بخاطر صلح، چندان شش مملکت جمع شده بود و
و کلگش میپرمه که طالب به دست پاکستان است. باید پاکستان مجبور اگر این کشورها میدانند که طالب به دست پاکستان است و طالب بعضی از کشورهای منطقه مثل روسیه یک تهدیدی بالقوا هم تعریف میکنند، چرا اقدامات صورت میگیره؟ ما به مجبور برتن می که باید اینی میره مشخص بسازه. چند در منشن آلمان نشست است به خاطر امنیت در منطقه. ایجا بازی پاکستان نیسته، اینمی این پیجار که کت خودی ایسای پاکستان کت. شما ببینید چه وجه که این پیجار میشه 76 نفر باز مشخص شد که اینمی این پیجار کت. ای که یک استخبارات که پیش از پیش که این پیجار نشده یه 76 نفر لیسته به کابل روان میکنه. چی تو یک تاکی که نشد؟ پیش از چرا روان نمیکنه؟ اگه شما میپرمیدی که ای تو یک عمل تروریستی میشه، پیش از اینمی عمل اینمی اقدام میکنی. بله. شما ببینید از اینکه در پاکستان اینمی مهم بود که مواد این پیجاره که همونجا ورده شده بسیار آسان است که اینمی در یک لابراتوار بطه که اینمی جای جور شده کدام کمپانی را جور کده. البته این کار را حکومت افغانستان بارها کرده و در اختیار حکومت پاکستان هم قرار داده. نه، من از پاکستان هم میگم. بله. پاکستان باید اینمی کار میکرد. ما شما ببینیم در افغانستان 40 سال میشه در جنگ است. من یک استخباراتی که داریم، ما بر دنیا دست دراز کردیم که نه یک لابراتوار داریم، نه یک چیزی داریم که ما یک چیزی شناسایی کنیم. پاکستان خود میگه که اگر مملکتی هست که اتم داره، یک مملکتی داره که استخباراتی قوی داره در دنیا در درجه سوم باشه. ما بعد میگیم که نمی کار خود پاکستانیا بود که نمی عمل انجام داد به خاطر حزی که بو بر دنیا بش بو پامانه که ما قربانی تروریسم هستیم. کی دنیا او پیشاره که امروز سر پاکستان هست از این پیشاره خود خلاص کنه. شما پاکستانی که تا اینمی جا آمده پاکستان به بسیار مداری خود اینمی جا ترسنده که پاکستان امروز اتموم داره. پاکستان هر روز سر خط خبری هر کشور باید پاکستان باشه. بعد ما که اگه صلح میخوایم اگه اقتصاد میخوایم بعد از پاکستان هستید که چند پیش کشورهای اروپایی به وجه ایالات متحده آمریکا نگرانی کرده بود از اینکه پاکستان یک کشور اتمی است و در این حال پناهگاه های امنی برای حراس افغانان است این کشور. اگر این سلاح های کشتار جمعی در اختیار حراس افغانان قرار بگیره جهان را دچار خطر و بحران می سازه. فکر میکنید با توجه به این واکنش هایی که قبلا هم صورت گرفته و اظهار نظر هایی که قبلا صورت گرفته از طرف کشورهای قدرمند مثل ایالات متحده آمریکا، چرا اقدامات جدی در برابر پاکستان صورت نمیگیره؟ من فکر میکنم که پاکستان شما ببینید امروزی که در هر سر دنیا این پیجار انتیار میشه دست پاکستان هست، یا پاکستانی باشه یا از پاکستان آمده باشه. خب پاکستان هیچ کار تنها هم نمی کنه. این رو باید ما شما بدانیم که پاکستان که امروز تروریست ها رو به این اندازه امایه میکنه و اسامه در بغل استخبارات پیدا کشته میشه، ملا عمر در بین مرکز کراچی که اوجه یک جای هست و اوجه کشته میموره، مولوی اختر محمد منصور دایموت یک جای بین پاکستان اینمی چی پیدا میشه، اینمی کلگش ثبوت است. ثبوت بر دنیا دیگه ضرورت نیست. ثبوت اسامه بود، ثبوت ملا عمر بود، ثبوت اکانی هست که اموج است. ثبوت هر روزی هست که از خاک پاکستان به افغانستان میایونه تا شمال افغانستان تا آسیا میانه میرسه. گپ این بازی که در افغانستان است یک بازی است. این بازیگر تنها پاکستان هم نیست که ما شما علی یک کمی سیاست دنیا تغییر کرده. شما ببینید سیاست امریکا خصوصا اساس شما میپذیرید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود دارن و در این خاک علی پاکستان علی منافع پاکستان اقدام میکنن؟ من میگم در افغانستان تروریست ها وجود داره. خب این خاطر نه که تروریست ها از دو طرف آمده در تابستان میچه بیجن که به زمستان میره پناه جایشان هموج هسته. همی 15 سال 17 سال میشه که همی حکومت افغانستان و مردم افغانستان هر روز صدا برش میزنه. علی شما میفهمید خودشان اقرار کرده سرشان. علی اکانی کجاست؟ اکانی اموج است. شورای کوچه که نامشان خودشان از هر کس خبر داره کجاست؟ در اموج است. ما شما میبینید در اسلام آباد و در پیشور اینمی یک کار گم نیست که ما برش بگویم. میشه توریست ما داریم، توریست هر روز ما 100 تا 50 نفر سرباز ما کارمندای ما به قربانی این توریسم میشه. ما شما ببینید ما ایت نیست که ما بگیم که پاکستان واره که ما هیچ مشکلی در خاک خود نداریم، مشکلی در خاک خود نداریم. ما اینمی دکه هم در بخاطر توریستا در جنگ هستیم. سربازای ما شما امروز در همه توریستا هستن به جنگ هست. کدام توریست؟ توریستی که در کابل مسجد این پیجار میته، توریستی که در پاکستان این پیجار میته، یی که 76 نفر لیست برای حکومت افغانستان میت، یی اصلا توریست نیست. ما میگن توریست اکانی هست.
تروریست این میشه بکای هست که در مورد تروریست ها کوی شورای کوی تا هست این می تو که چند نفر مخالفین سیاسی تن هست از زور و درد و دنمی تن پناه آورده به افغانستان بدون توپنگ و بینمی تو اینمی میگه که تروریست هست بیام ما هم صحیح هست تو اقدام کن اگه اینمی رو ثابت بسازی که تروریسم هست مردم افغانستان اینمی رو برتانی دام میکنه ما میگن که مردم افغانستان هر روز دیگه تو یک خانه نیست که از توریسم قربانی نداده شما نمیشه بگید که مردم افغانستان به غرب حکومت امور اقدام کنه برتان خب شما اگه به خاطر توریسم اقدام بکنی به خاطر نیک به او کسایی که به خاطر از زیر توریسم بر ایج آمده شما چند نفر بلوچید که در نمی بلایست اینمی آورده اینمی کار چند نفر بلوچ نبود بله ما ببینیم شه که شما امروز ببین عمل تروریستی باید تعریف شوم امروز که سرحد پاکستان و افغانستان بسته است قوانین دنیا موجود است شما ببینید او روز دترخان چند جنازه معطل است چند جنازه و را نمیته که به افغانستان بیای این عمل تروریستی است چند مادر اموج به شهادت میرسه ما دیگه کجا بریم خو اینی سرحد است یا بندش کو که ما روابط دیپلماتیک ما شما قطع شو این کار اقدامات را پاکستان هر از گاهی بوی دست گرفته یعنی گاهی اقدام کرده که این سرحد را بسته کنه و مسدود کنه ولی حکومت افغانستان را بارها ما شاهدش بودیم که واکنش های تندی علیه پاکستان داشته خب مشکل در نمیجه است که افغانستان 40 سال در جنگ است ما به او اندازه که پاکستان است به او اندازه نیستیم علی یک کلگ دنیا میگه که اتم داره کلگ دنیا پشتیبانی خوب داره از هر نگاه ما و شما امروز مریضی ما و شما باید به انمی پاکستان باید بره مردم ما و شما یک اقتصادی قوی نداره که از انمی جا به طایره به هندوستان بره انمی جا ارزانتر برش معلوم شه یا به دیگه مملکت بره انمی هسته که ما و شما ده انگوشتی اوگار ما و شما را پیدا کرده ما بگم به خاطر توریست ما مردم افغانستان که هر از قربانی میشه تو برای او دروازه را بند کردی شورای کویته دروازه ایشه بند کن پیاده اگه تو توریست اما اکانی تن دروازه ایشه بند کن بگیدش امروز ادامش کن که مردم افغانستان بپامه که ما میگم 76 نفر که تو لش میدادی امروز ما پشتشان میدویدیم که کجا هست امون رفر که ما برتن بگیری میشه شما اگر اکانی ره نان و چرب گوشت چرب برشان میتی و برای ما میگه که نمیجه توریست آمده ما در توریست جنگ هستیم برای ما کمک و همکاری کو کتیم ما چطور بگیریم توریست امون 76 نفر شکر. ما برای نمیان امروز در جنگ هستیم ما تو نیست که در جنگ نیستم به خاطر می توریست گرفتن و به توریست کشتن امروز در جنگ هستیم تو چی ما بکنیم ما چی همکاری که میکنی همکاری خو ما برات میگه که اینمی شورای کوهتا هست برو زنده تسلیمش که برای حکومت افغانستان سپاس دارم آقای سالنگی خیلی خوش آمدید به بس حکومت افغانستان از 15 سال به این طرف حداقل پاکستان را همواره متهم به این کرده که از تروریسم حمایت میکنه و به اضافه ای که از تروریسم و گروه های تروریستی حمایت میکنه این گروه ها در خاک خودش جای داده و همواره تمویل و تجهیز میکنه اقداماتی پاکستان نمیکنه راهی حل در این صورت چی است بارها حکومت افغانستان فهرستی بسیار طویل و درازی را در اختیار حکومت پاکستان قرار داد که این آدم ها در خاک شما هستن و علی منافع ملی امنیت ملی افغانستان اقدامات را انجام میتن حالا پاکستان به این گپا وقت نگذاشته و اقدامات را هم نکرده دروازه هایی که به افغانستان از دروازه های تجارتی افغانستان با پاکستان باز است و مرزه های هم بخشی از مرز افغانستان با این کشور به رسمیت شناخته نمیشه از سوی حکومت افغانستان در این صورت راه حل سومی اگر وجود داشته باشه چی است حکومت افغانستان در حال حاضر چه اقداماتی را باید انجام بده تا مانی اقدامات پاکستان در مورد افغانستان شود بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما به مهمانان نهایت عزیز و بیننده های خوب تلویزیون نور و مردم با عزت و با افتخار افغانستان درود و تحیات میگویم برای پاک شهدای عزیز افغانستان فرزندان صدیقی کشور که در چوکات اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی اجرای وظیفه میکنند و هر روز به خاطر رضای خدا و آزادی سرزمین جان میتن بر شهدا بیشترین و به خانواده هایشان صبر جمیل میخوایم من میخوایم نکات کوتاهی را مرور بکنم بعد بیایم به بحث شما و به سوالات شما اولا حمله را که در پاکستان صورت گرفته حمله را شما اگر از نظر دید سیاسی و دید نظامی ارزیابی بکنین حمله در وقتی صورت میگیره که نشست وزرای کشورهای ناتو به خاطر حمایت از افغانستان و دفع طرد عملات تروریستی در برابر پاکستان و حامیهای طالب ها برگزار میشه و از طرف دیگر نشست
مونیخ آلمان است که رؤسای جمهور و نماینده های کشورها به خاطر اوضاع افغانستان جمع میشن. طبیعتا این یا ارزیابی میکنن، لابی میکنن و تحقیق میکنن که منشه تروریسم و یا لانه تروریسم و خانه تروریسم در کجاست که تروریسم تجویز میکنه، تمویل میکنه. معلوم است که خانه تروریسم، خانواده تروریسم و مکان تروریسم در پاکستان است. از جمله شما لشکر طیبه، جیش محمد و سپاه پاسدار، تحریک طالبای پاکستانی، حقانی، شبکه طالب ها، داعش، القاعده، همگی از این دنیا دیگه هم چشم داره و هم گوش که در داخل پاکستان هستن. این وقت طبیعتاً که تمام فشار جامعه جهانی بالای پاکستان وارد میشه. در این وقت حکومت پاکستان چنان که به ملت مسلمان افغانستان رحم نداره، سردمدارای پاکستان امو قسم به ملت پاکستان هم رحم ندارن، یک عمله تروریستی را بر عین وقت اینا در بین مردم عزیز و مسلمان و بیگناه مردم با عزت پاکستان یا انجام دادن تا بر جامعه جهانی و بر کشورهایی را که در قبال افغانستان تصمیم میگیرن با او بگن که ما در این ما خود ما به تازگی شما اظهار نظرها و واکنش حکومت پاکستان را دیدید در بله میایم به همین جمعیت اتفاق افتاد اینا بر اونها نشان بر اساس کدام اسناد و شواهد حکومت پاکستان آمده حکومت افغانستان متهم به این میکنه که از تروریست‌ها در افغانستان حمایت میکنه و علیه منافع ملی توسط تروریست‌ها اقدامات صورت میگیره از خاک افغانستان. هدف ما همی بود که یا بعد در اون نشست بر دو نشست بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نشان بدن که خود ما در برابر تروریسم استاد هستیم و جنگ میکنیم و هر روز خون میتیم، و اگر نه خود میدانین به مجرد که انفجار در پاکستان صورت میگیره به عین وقت زمان بدون از اینکه تحقیق شوه، بررسی شوه، ارزیابی شوه که علل و انگیزه انفجار از چی بود و در کجا بود، به همین وقت قوای ایسای پاکستان و قوای نظامی و حکومت محلیش استاد میشه میگه این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته. با تمام بیشرمی ایره که در داخل پاکستان تمام رانه های تروریسم در داخل پاکستان هستن و اینا بیشرمانه میگن که این کار از داخل افغانستان شده، که من فکر میکنم که باز هم نه این حرکت اینا جامعه جهانی را و نه مردم افغانستان و نه مردم پاکستان فریب میدن. میاییم به پشت سر از این که حکومت افغانستان چه باید بکنه با در برابر پاکستان. اولا خب بر خود مردم افغانستان لازم و ضروری است که ببینن که هر روز زمین سازی میکنن، به سر میسازن بر دیگرا تا اولاد خودشان کشته شون. دویم یک امر بسیار زیاد ضروری و مهم برای حکومت افغانستان است که حکومت افغانستان، رهبری حکومت افغانستان و سیاسیون افغانستان، کسانی که در حرکه قدرت از طریق مردم به قدرت رسیدین و رای مردم گرفتین، اینا یک پالیسی اختیار بکنن تا که تفرقه و مشکلاتی که در داخل خود افغانستان وجود داره ای را بیرون بکنن و مردم افغانستان زیر یک چتر واحد در برابر توطئه پاکستان استاد شوند، که همانا هر کس به تناسب خود، کسی از خانه، کسی از قریه و کسی از ولایت و کسی از منطقه، باید آمادگی بگیره در برابر استاد شوند، که همانا یکی از دلایل بزرگی را که ما به این مشکلات امروز دست پنجه نرم میکنیم و هر روز صدای پاکستان سر ما بیشتر آوازش بلندتر از یکی از دلایلش این است که خود افغانها به خود افغانستان و به مردم افغانستان رحم نمیکنند. اصلا سیاسیونی که امروز در داخل دستگاه حکومت به خاطر دفاع از افغانستان و افغانستان صدا بلند میکنن، اما توجه به قریهشان ندارن. ابتدا باید ما مشکلات از قریه به ولسوالی، از ولسوالی به ولایت حل بکنیم، بعد بیاییم به حکومت مرکزی بسیج شویم، در برابر پاکستان استاد شویم و یک حرکت آگاهانه و بیدارانه در برابر پاکستان داشته باشیم. اگر مردم افغانستان در برابر پاکستان اقدام بکنن، ما چندی پیش شاهد اظهار نظرهای نماینده های روسیه در افغانستان بودیم که همین حکومت افغانستان از گروه های تروریستی مثل داعش حمایت میکنند، در حالی که داعش در اینجا بستری برای حضور و فعالیت نداره، ولی اینا میخوان عمدن داعش در افغانستان بیارن تا با استفاده از داعش کشورهای آسیای منطقه مرکزی را دچار بحران امنیتی بسازن. خود یک توطئه پاکستان است. اگر شما داعش در هیچ یک از ولایات افغانستان با استثنای جلال آباد در دو سه ولسوالی حضورم چندان حضور پر رنگ نیه، یک حضور کم رنگ در جلال آباد دارن. وقتی که شما جلال آباد مطالعه بکنین، مرز و جغرافیا جلال آباد معلوم است که به کجا وصل است.
با پاکستان است. خود معلوم است که پاکستانی ها از داخل پاکستان به انواع و افکار مختلف گروپ های تروریستی داخل افغانستان میارن، بعد از او برف بام خودشان به افغانستان میندازن و از طرف دیگر کوشش میکنن که ذهن کشورهای منطقه را در قبال قضایای افغانستان تغییر بدن. چنان که شما فکر بکنین حرکت طالب ها حرکت داعش به نحوی یکسان است، اون هم مردم افغانستان میکوشه و طالب ها هم مردم افغانستان میکوشن، اما در عین حال طالب ها هم داد از اسلام میزنن و داعش هم. اما مسکو کشوری که افغانستان به این تباهی و بربادی تا امروز سردوچار ساخته و هر خونی که در افغانستان میریزه مسئلت شد حکومت اتحاد جماهیر شوروی وقت و یا امروز دارن، اونا را مصمم میسازد شب تا شما از یک کشور توریستی و از یک کشور ایره که اسلامی است و یک حکومت ایره که منتخب است از طریق آرای مردم آمده، از این حکومت شما پشت بگردانین برای یک گروپ توریستی به نام طالب در برابر داعش شما حمایت بکنین که خود یک توطئه کلان منطقوی از جانب پاکستان است. بله، حالا باز جایی که در منطقه در حال حاضر در جریان است و شکل گرفته تازه در محور روسیه، فکر میکنید این بازی ها چقدر به نفع امنیت منطقه به وجه افغانستان و پاکستان که بیشتر اشاره شد که قربانیان اصلی تروریسم در 15 سال و بیشتر از آن گذشته بودند شود؟ ما فکرم به این است که هر گامی را هر کشوری و هر منطقه و هر مملکتی در قبال افغانستان هر قدمی را که میگذارن از او زیر نظر حکومت افغانستان باشه، ما گامی به خیر و به خیر صلاح افغانستان میدانیم. اما به یقین کامل من به این فکر هستم که اگر احیانا کشورهای منطقه و فراتر از منطقه در قبال افغانستان و به خاطر خیر و صلاح و صلح در افغانستان اونا تصمیم میگیرن در افغانستان حکومت افغانستان مردم افغانستان میزبانی شان میکنه، بهتری است که در داخل افغانستان گرفته شود و مشکلات است در داخل افغانستان از زبان مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان از نزدیک بشنوند و در او تصمیم میگیرند. سپاسگزارم آقای مختاری. وقتی حکومت افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از تروریسم و بنیادگرایی میکنه، اسناد و شواهد فوق العاده زیادی در اختیارش داره و این اسناد را هم در اختیار حکومت افغانستان قرار داده. مرگ ملا عمر به عنوان رهبر گروه طالبان در پاکستان، کشته شدن رهبر دوم طالبان ملا اختر محمد منصور در پاکستان، کشته شدن ملا رهبر القاعده اسامه بن لادن و کشته شدن ده ها رهبرای و فرماندهان طالبان در پاکستان توسط نیروهای آمریکایی و ناتو، اینا همه اسناد و شواهدی هستند که حکومت افغانستان در اختیار داره و جهان هم میدونه و پاکستان هم خودش هم مطلع از این مسئله است و اعتراف هم کرده که چنین اتفاقی در پاکستان افتاد. ولی وقتی پاکستان می افغانستان را متهم به حمایت از تروریسم میکنه، بر اساس کدام سند است و اسناد و شواهدی که بتونه این مسائل را واقعا به عنوان یک واقعیت بشناسونه چی است؟ اولا در حادثه اخیر که در یک زیارتگاه اتفاق افتاد، ظاهرا یک گروه خاص داخلی خود پاکستانی ها به نام جبهه الاحیا الاحرار ظاهرا یا به نام الاحرار که انشعاب شده ای از گروه طالبان خود پاکستان هست، ایره به دوش میگیره. پس بنابراین سرنخ در داخل خود پاکستان هست و این حادثه اگر هم صورت گرفته طبعا یک حادثه تروریستیه و ایره ما به شدت محکوم میکنیم، همونطوری که دولت مردان ما ایره محکوم کردن و هر وجدان بیداری این حادثه را محکوم میکنه یک حادثه تروریستی است. ولی سرمنشه و سرچشمه خود حادثه در داخل خود پاکستان، این یک نقطه. نکته دوم ای که به اصطلاح اونا لیست 70 و چند نفری را 76 نفری را به دولت افغانستان تسلیم میکنه مبنی بر اینکه این توریست ها در داخل خود افغانستانه، یا ممکنه به لحاظ ظاهری امکان پذیر بوده باشه. چرا؟ به دلیلی که ما یک مرز مستحکمی با پاکستان متاسفانه نداریم. مسئله به اصطلاح پادر هوا بودن تکلیف خط دیورند باعث شده که به راحتی توریست ها از این مرزها از این خلأهایی که وجود دارد، تونل های آرام و به اصطلاح آری از مانعی که در مسیر راه توریست ها وجود داره به راحتی عبور و مرور میکنن. همونطور که جناب اساس به خوبی اشاره فرمودن، ما سال هاست که با توریست داریم میجنگیم. ما با همون توریست ها شاید بجنگیم، شاید بعضی از همو کسانی که ما با اون میجنگیم جوان ما را شهید میکنه، زن و مرد و پیر و جوان و کودک ما را قتل عام میکنن، تروریست تربیت کرده میفرستن، خب ممکنه تعدادشون وارد شده باشه در رفت و آمد بوده باشه. 15 سال میشه هم حکومت پیشین و هم حکومت فعلی افغانستان در برابر
گروه های تروریستی می جنگه و مردم افغانستان هم قربانی زیادی در این راه دادن و بارها ما شنیدیم که رئیس جمهور گفته ما به تنهایی از منافع کشورهای دیگری در برابر تروریسم می جنگیم و از منافع کشورهای دیگری در واقع دفاع میکنیم. ولی مسئله اینجاست که در همین افغانستان مردم افغانستان اعتراض دارن علیه می حکومت، علیه حکومتی که در برابر تروریسم می جنگه، اعتراض دارن که آنچنان نگه که حکومت میگه آنچنان اقدامات رو هم نکرده. ما در سال گذشته و در سال جاری شاهد سقوط مجدد قندوز به دست طالبان بودیم. چندین بار بخشای از ولایت‌های دیگر افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. در این صورت چقدر ممکن است یا این مسئله را چقدر نزدیک به واقعیت می‌سازه که واقعا این گروه‌ها در افغانستان حضور داشته باشند؟ اجازه بدید من مطلب قبلی تکمیل بکنم. این سوال شما یک مقدار به فضای بازتری را می‌طلبه. ببینید تجربه نشان داده، علائم و شواهد نشان داده تا هنوز هر تروریستی که آمده از آدرس پاکستان آمده. نمونه های کسانی که دستگیر شده، تروریست هایی که حتی خودشان انتحاری هایی که انتحار کردن یا انتحاری هایی که دستگیر شدن موفق به انتحار نشدن، همه اقداماتی که صورت گرفته بعد از تحقیقات معلوم شده که در کجا اینا تربیه شده، کجا آموزش دیده و چگونه وارد شده. ما تا هنوز یک مورد را برعکسش سراغ نداریم که در افغانستان موردی یک تروریستی تربیه شده باشه و این رفته باشه اونجا انتحار یا انفجار یا حادثه دیگری را خلق کرده باشه. پس اون چیزی که پاکستانی ها ادعا میکنه این نیست که در اینجا پرورش پیدا میکنه. ممکنه تروریست های پراکنده ای که از داخل خود پاکستان به صورت فصلی هر وقت لازم میشه این طرف میاد، هر وقت هم لازم میشه اون طرف میره که خلانیش اونجا. بنابراین از این جهت دولت افغانستان متهم نیست. اما میایم سر سوال شما که شاید بارها ما این را عرض کرده باشیم که اساساً اوضاع امنیتی افغانستان یا ناامنی‌ها و چالش‌هایی که امروز در افغانستان مرکزش افغانستان است، این عوامل مختلفی داره. یعنی تنها عامل داخلی نداره که دولت ما متهم شوه، حکومت وحدت ملی یا هر حکومت دیگه که قبل از حکومت وحدت ملی بود، حکومت آقای کرزی، اینا مستقیم متهم بشود که اینا خودشان عمدن می‌خواد این خانه ناامن باشه. کدام حکومت و نظام، کدام حاکمی، کدام پادشاه، حتی ظالمترین پادشاهی میخواد که همیشه خانش ناآرام باشه؟ ایره نمیخواد، او میخواد راحت حکومت بکنه، راحت باشه. چی حکومتیه که تمام دیوار خودشان مثل قلعه خیبر به اصطلاح بتون ریختن، هیچ احساس امنیت در درون خانه خودشان احساس امنیت نمیکنه. پس ببین این خواست حاکمان ما قطعا نمیتونه بوده باشه، خواست حکومت ما نمیتونه بوده باشه. ولی این نکته مسلمه که در امر ناامنی افغانستان یا تداوم جنگ در افغانستان قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای نقش دارند. یعنی یک بخشی حوادث برمیگردد به داخل افغانستان که مدیریت‌های ضعیف باعث میشه، عدم یک اراده قوی و عدم حرکت به سمت خودکفایی یک نظام، یک مجموعه، اینا سبب میشه، حالا به دلایل مختلف سبب میشه که بستر فراهم بشه. ما یک بدن زخمی هستیم در برابر آماج میکروب هایی که از بیرون وارد این زخم میشه، این میپوسانه، این بدن رو روز به روز تضعیف کرده میره. و یک عامل دیگه عامل منطقه‌ایه. چه بخوایم چه یک در منطقه پاکستان هیچ وقت افغانستان قدرتمند و آباد و سالم و صنعتی نمیخواد. یک افغانستان ضعیف، یک افغانستانی که همیشه دستش به طرف افغانستان دراز بوده باشه و همینطور کشورهای دیگه. شده که همچنان افغانستانی که با این ناتوانی وجود داره در سالهای پیشی، در سالهای گذشته دهه 50 و 60 اگر امکاناتی در اختیارش داشته علیه پاکستان، در واقع این امکانات را به نوعی استفاده میکرده. در حال حاضر پاکستان داره چنین پاسخهایی را میده که در سالهای گذشته از طرف حکومت افغانستان اقدام شده بود علیه پاکستان. افغانستان چندین ده است که در شرایطی نیست که پاکستان را تهدید بکنه. یعنی به لحاظ امکانات و تسلیحات در حدی نیست که پاکستان یک کشور اتمی را تهدید بکنه. خب در زمان قبل از ورود طالب‌ها، در زمان حکومت کمونیست‌ها و به اصطلاح جنگ مجاهدین و بعد حکومت مجاهدین، بله، ببین او در اون زمان‌ها یک شرایط بود، یک امکاناتی وجود داشت که ما فعلا از او امکانات یک اثر و نشانه ای را نمیبریم. در یک برنامه دیگه شما ما عرض کردیم که یک وقت ما رفتیم در تلویزیون شمشاد که در یک مرکز دولتیه که اونجا نمایشگاه تسلیحات افغانستان است، شما اونجا میرین ماکت و نمونه و به اصطلاح یک تمثال از سلاح‌های ثقیله افغانستان را میبینین.
امروز واقعا انسان خون دل میخوره که به خاطر این حادثه ای که در پاکستان اتفاق افتاد، بیش از 200 راکت از پاکستان وارد بخش های مختلف خاک افغانستان شده، نه افغانستان رو مشکباران کردن. چرا؟ چون اونا مطمئن نه دیگه اینجا نه اوروگان هست، نه اینجا اسکات است، نه مشکای دوربرد است، نه مشکای قاره‌پیماست. افغانستان یک کلاشی داره، یکان تفنگای معمولی که به اصطلاح تفنگ ثقیله نیست دیگه، یعنی توان مقابله با پاکستان نداره. تسلیحات ما رو پاکستانی‌ها چون دقیق همه‌شون رو جارو کرده بودن زمان حاکمیت طالبان، و الا همین اسکات در اینجا بود. اگر ما اسکات و اوروگان و سلاح‌های ثقیله و پیشرفته دیگه می‌داشتیم، امروز پاکستانی‌ها این رقم دهنکجی به ملت ما نمی‌کردن، خاک ما رو مشکباران نمی‌کردن. تروریست خودش تربیت می‌کنه، در کشور خودش انتحار و انفجار می‌کنه، خودشان هم به عهده می‌گیره که ما این کارو کردیم، این طرف خاک ما رو بمباران می‌کنه. چرا؟ چون می‌بینه یک افغانستانی ضعیفی که بالاخره توان دفاعی از خودش نداره، توان کنترل مرز خودش نداره، چون نمی‌تونه واقعا یک منطقه بسیار کلانی در یک خلأ هست به راحتی تو روستا عبور و مرور میکنه. سالهاست این مملکت اونقدر جنگیده که بدنش زخمی است، بدن تیکه و پاره است، دیگه نای برای این مملکت و ملت نمانده. یک بخش پس عاملای منطقه است، پاکستان، هند و کشورهای مختلف دیگه، اینا منافع خودشان داره. و یک امر مسلمه تا تکلیف خط دیورند مشخص نشوه که بالاخره به قول معروف یا لاندی یا باندی، یا این خط تثبیت میشه یا این خط برداشته میشه، این وضعیت ادامه داره و پاکستان نمیگذاره آب خوش از گلوی افغانستان به راحتی پایین بره. لذا راه حلش اینه، حکومت مردان ما لازم نیست غیرتی بیجا بکنن که نه ما نمیخوایم، این نه نمیخوایم فایده نداره. فعلا عملا مرز وجود داره دیگه، از او از امو خط به او طرف تو رفته نمیتونی، باید پاسپورت داشته باشی یا پاکستانی ها اجازه بده، همون لحظه ای که دروازش میبنده تو دیگه عبور و مرور نمیتونی بکنی. بله. پس بهترین راهش اینه که ایره به یک قضاوت بین المللی بگذاره، به یک دادگاهی به اصطلاح بین المللی مراجعه بکنه، هر دو طرف اسناد و مدارک خودشان را عرضه بکنه، تکلیف را مشخص بکنه و همین زخم ناسور برای همیشه درمان شود. تا این درمان نشود طبعا این مشکلات همچنان ادامه داره و مسائل بین المللی که قدرت‌های منطقه جهانی هستند که بین خودشان رقابت دارن متاسفانه. شکر آقای اساس، حالا مشکلات وجود داره هم در پاکستان و هم در افغانستان و تروریستان هم در پاکستان حضور داره و هم در افغانستان و هم از مردم افغانستان قربانی میگیرم از مردم پاکستان، ولی بهترین راهی که میشه با این مسئله با این مشکل مقابله کرد این است که دروازه‌هایی که یا مرزهایی که وجود داره این را از مرزها به رسمیت شناخته شود. حکومت افغانستان واقعا از چی میترسد در امر شناختن مرزهای مشترک با پاکستان و اینکه مرزهای دیگر را شناخته، ولی با پاکستان این مرز هنوز جنجالی است و سالها میشه جنجالی بودن این مرز از مردم افغانستان قربانی گرفته. ما فکر میکنیم که مسئله که در افغانستان در 40 سال میگذره مسئله خط دیورن نیست. بله. ما خود دیورن نالی در پیشور کنسلگری ما هسته یا نیست؟ در کویتا هسته یا نیست؟ در ترخم ما برشان نشته نکدی که ما هم در این حالی که ما در پشاور نمایندگی سیاسی داریم، در کویتا نمایندگی سیاسی داریم، در اسلام آباد نمایندگی سیاسی داریم، ولی در این زمان ادعا کردیم که پشاور خود دیورن نیست. اما دانی مرم بسته کنه، اما دانی مرم بسته کنه که چیزی نکنیم؟ بله. ما برشان نشته کردیم که با افغانستان خوش آمدی، با پاکستان خوش آمدی. بله. از گیت و طرف ما میگن که بیاد کویزت. بدون ویزا تو اجازه نمیدن. بله. این مسئله هست که مسئله بسیار کلان است. مسئله دیورن کل دنیا این مشکل با اکثریتشان داره. به این اندازه نیست که دایش برشان ایمه یک و طالب برشان او بیار. ما مشکل ولی در دنیا اگر ببینیم بزیادتر مملکت های بسیار پیشرفته این مشکل داره. هر رای حال مشکلشان هم است. قوانین دنیا موجود است. مسئله ای که در افغانستان هست امروز بند کردن دروازه، قوانین در دنیا موجود است که دروازه باید چی وقت بسته شود، بر کدام دلایل، بر کدام ثبوت، بر کدام کلکش غیر قانونی یک عمل است. حالا فکر میکنید شما که این دروازه ها وجود داره و رسمیت هم وجود داره، ولی حکومت افغانستان توانی کنترل و نظارت مرزهایش را نداره، درست؟ هیچ وقت مرز یک طرف چیکار نمیتونه. اگه یا ما ببینیمش که اگه پاکستان کلگیش ما به جمع تروریست ها حساب کنیم، جمع کلگی تروریست ها باید مرز را تنها ما برشان بسته کنیم، این امکان ناپذیر است که ما از کمک از دنیا نخواهیم. و ما اگه سرحد بسته میکنیم در داخل افغانستان هم جنگ، 40 سال میشه که ما در داخل افغانستان جنگ و پاکستان او یک مملکت نالتی هسته. شما ببینید که در بین افغانستان زیادتر مشکل در حکومت، یک طرف انتحاری رو روان میکنه، دیگه کسی رو روان میکنه که تا کلام به دست بگیره، اما چه بیشه در یک شعبه
تو از اون طرف خراب کن، از اون طرف خراب کن. ما شما دیدمیتی اقلیت بسیار خراب هستیم. مشکل سر دیمی هسته که پاکستان به هیچ قوانین دنیا، به هیچ اصول اسلامی پایبند نیست. حالا کدام کشور بیایه مثلا پاکستان را متقاعد بسازه یا اقناع بسازه به اینکه از این اصول سرپیچی نکنه و اصول و قواعد بین المللی را به رسمیت بشناسه و به این اصول احترام بکنه؟ خب مشکل در نمی است که دنیا هم یک رقم یک طرفانه قضاوت میکنه. وقتی که اسامه اوج میمور از پاکستان هیچ پرسان نمیشه، وقتی که ملا عمر اوج پیدا میشه از پاکستان هیچ پرسان نمیشه، وقتی که یا میای میگه تروریست افغانستان است، وقتی که پیسی میلیاردر دلارش میبره پاکستان میت که تو بزید توریسم مبارزه کو برای حکومت افغانستان ما، بر سرباز ما و شما کلاشنکوب توپنگ به دست میاد میگه به این خاطر مبارزه کو، و بر پاکستان طیران داده میشه، پیسه هم داده میشه و تر او میپام خودشان که توریسم ایمایه میکنن. چیزی دیگه است، ما پرتنگ ما په اول هم گفتم که گیم تنها به دست پاکستان هم نیست. پاکستان هم ایتو یک قوت نیست که اتوم هم داره و سامه هم ده بغل اتوم هسته. همه دنیا ای که استخباراتش که ضعیف است، ملا عمر هم ده بغل اتوم هسته، مولوی اختر محمد منصور ده دیگه بغل اتوم هسته و یه هیچ خطر احساس نمیکنه. ایران که امروز میگه ولا اتوم جور میکنه، خطر کل دنیا احساس میکنه. عراق در بدر کرد سر مواد اتمی میگه تو اتوم جور میکنه. و پاکستان که چهار چاپیرشن توریستای بین المللی وجود داره، اون خطر کسی احساس نمیکنه. با چی خاطر؟ از ما و شما از یک داشکه که یک زیو داشته ما زنمی امریکا هم خطر احساس کرد، میگه اینی میره نکابل نداره میره اوست پارتو. یک تیاریش که داشتم اشکاری یا جنگی داشتم از اون هم خطر احساس کرد، میگه اینی میره خراب بساز، ما برای شما باز میتم برتن شما جور شمین. بله. از ما خطر احساس میکنه، از اون خطر احساس نمیکنه. دنیا یک طرفانه قضاوت میکنه. تا امروز قضاوت و داوری یک طرفانه بر سر چی مسائلی است؟ منافع داوری یک طرفه در چی هست؟ ما فکر میکنیم اگر اصلا ما و شما بیایم که امروز جنگ در دنیا که هسته، جنگ دو کتبی هست. جنگ که در افغانستان است، این نیست که ما و شما بگویم که سر دیورند است. اگر سر دیورند باشه امریکایی چرا خودش بکشه؟ تشکر آقای سالنگی. 15 سال افغانستان و پاکستان با هم بر سر مبارزه با تروریسم، هر از گاهی هم ائتلاف کردن و این ائتلاف ها پیامد و نتیجه هم نداشت. اگر ائتلاف هم نگیم برش بنای به توافق رسیدن که مبارزات مشترک را علیه تروریسم انجام میتن و دنیا هم بر سر این مسائل متحد بوده و در این راستا کارهایی در 15 سال گذشته صورت گرفته. ولی پاکستان صادق نبوده در برابر تعهداتش که به حکومت افغانستان کرده و به جامعه جهانی تعهداتی که داده صادق نبوده. امروز ما نشست مونیخ آلمان را شاهد بودیم و این نشست همچنان در حال اجرا است در آلمان. رئیس جمهور افغانستان هم و نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت کرده. فکر میکنید تصامیمی که در این نشست گرفته خواهد شد در مورد تروریسم با توجه به مدیریت جدیدی که در ایالات متحده آمریکا آمده و بازیهایی که تازه در منطقه شکل گرفته، این بازیها و این مدیریت جدید چقدر به نفع افغانستان و پاکستان که قربانی اصلی تروریسم هستند این کشورها تمام خواهد شد؟ اولا خب ما خدمتتون عرض کنم که پاکستان قربانی تروریسم نیست. بله. همیشه از مردم افغانستان قربانی گرفته و همیشه از جنگ در افغانستان نفع گرفته و به نفع خودم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی استفاده کردن. و چنان که شما گفتین، بزرگا هم اینجا صحبت کردن، هیچگاهی هر از گاهی پاکستان صادق نبوده در قبال مردم افغانستان و در قبال مردم مسلمان جهان صادق نبوده. اگر امروز شما در لیبی، در عراق، در سوریه، حتی در عربستان سعودی، در سرزمین خانه خدا مشکلات پیدا میشه، عامل اصلیش از پاکستان است و شما اگر اشابی میکنی از پاکستان پیدا میکنی و تداوم خونریزی در یک و نیم دهه در افغانستان عامل اصلیش پاکستان است. ما با توجه به وضعیت سیاسی و بین المللی که امروز مطالعه دارم و حرکتی را که حکومت افغانستان در قبال پاکستان اتخاذ کرده، ما امیدوار هستم که نشست مونیخ فشار بیشتری را بالای پاکستان وارد بکنه و این نشست منجر شود که تصمیم کلان ملل متحد در قبال پاکستان بگیره، از تحریم های اقتصادی شروع تا تحریم های سیاسی و تا به رفتن پاکستان به انزوای بین المللی تا
هم مردم پاکستان و هم مردم افغانستان از شر چند نفر ظالمی که در راس قدرت در پاکستان حکومت میکنن و خون میریزن از شر اینا خلاص شود. اگر احیانا تصمیم کلان منطقوی گرفته شود و ملل متحد در رأس ایالات متحده امریکا که امروز هزارها در هزار سربازش در افغانستان مصروف جنگ است، از خانه و خانوادهشان دور هستند، علل اصلی پاکستان است. اگر اینا تصمیم بگیرند و بیشتر بالای پاکستان و فشار وارد بکنند و طالب پاکستان در یک انزوای بین المللی بیاد، ما امیدوار و هستم که هم مشکلات در داخل افغانستان ختم میشن و هم تعداد مردمی را که در پاکستان به بهانه‌های مختلف خود پاکستان زمینه سازی میخونه تا خونشان بریزه، از خون از اونها هم جلوگیری میشه. سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی در این برنامه، آقایان عبدالظاهر سالنگی عضو شورای ولایتی پروان، محمد داودی اساس مشاور ارشد ریاست اجرایی و گل محمد مختاری معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان. همچنان سپاسگزارم از شما بیننده های گرامی که بحث را تا این دم دنبال کردید. وقتتون خوش، خدا نگهدارتون.